سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تی وی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، این بار در رابطه با بازیگرانی که به ناحق فراموش شدن. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بزنید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید، زنگوله کنارش رو بزنید. خیلی از بازیگرای ایرانی که شاید در دوران کاری خودشون ستاره بودن، طی گذشت زمان و با محدود شدن دایره پیشنهادها و انتخاباشون در بیکاری به سر برده و به مرز فراموشی سپرده شدن. تو این ویدیو به تجدید خاطره چهره‌های محبوب دنیای سینما و تلویزیون که مدت هاست خبری از اونا نیست میپردازیم. فرامرز صدیقی. فرامرز صدیقی فارغ التحصیل تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانه. صدیقی فعالیت خودش را از سال 1347 با بازی در تئاتر رستم و سهراب آغاز کرد. ایشون فعالیت سینمایی خودش را در سال 1351 با بازی در فیلم چشمه به کارگردانی آربی اوانسیان تجربه کرد. فردوس کاویانی. فردوس کاویانی بازیگر قدیمی تئاتر، سینما و تلویزیونه. ایشون در رشته شیمی در برلین تحصیل میکرد که اونو نیمه کار رها کرد. بازی در تئاتر رو از سال 1340 شروع کرد و بازی در سینما رو از سال 1349 با فیلم تجاوز به کارگردانی حمید مصداقی شروع کرد. وی در سال 1350 از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته بازیگری و کارگردانی فارغ التحصیل شد. همچنین به مدت یک سال در کلاس‌های بازیگری حمید سمندریان شرکت کرد. از معروف‌ترین فیلم‌های ایشون میتونیم به شهر قصه، اجاره نشین‌ها، بانو، سگ‌کشی و سریال‌های همسران آژانس دوستی اشاره کنیم. او آخرین اثر هنریش رو در سال 1393 اجرا کرد. محمد کاسبی یا کاسبی. محمد کاسبی مدرک دیپلم رو در سال 1350 اخذ کرد و در کنکور شرکت کرد و در رشته پزشکی قبول شد، اما به جهت علاقه به تحصیل در تئاتر دانشکده هنرهای زیبا از پزشکی صرف نظر کرد و در سال 1351 به سربازی رفت. در سال 1353 بعد از برگشتن از سربازی دوباره در کنکور شرکت کرد و در رشته بازیگری و کارگردانی سینما و تئاتر قبول شد و به دانشکده هنرهای دراماتیک راه یافت. ایشون همزمان با تحصیل به دوبلوری پرداخت. با پیروزی انقلاب وی به مدت 2 سال مسئول واحد نمایش رادیو بود و همزمان گویندگی در رادیو را نیز انجام میداد. بعد از انقلاب اولین نمایش نامه‌ای که به روی صحنه تئاتر رفت کار گروه دانشجویان دانشکده دراماتیک بود که محمد کاسبی نیز عضو این گروه بود و در آن ایفای نقش کرده بود. غلام حسین لطفی. غلام حسین لطفی یکی از بازیگرای مطرح و دارای دکترای افتخاری تئاتر. این بازیگر کار خودش را از سریال دلیران تنگستان در سال 1352 آغاز کرد. غلام حسین لطفی کارگردان سریال به یاد موندنی آینه است. هایده حائری. هایده حائری بانوی هنرمندی که در فیلم‌های پرواز پنجم ژوئن، هامون، برخورد روانی و مجموعه تلویزیونی گورک‌ها به سوی افتخار، پلیس جوان و غیره بازی کرده، در سال‌های اخیر از عرصه بازیگری دور شده و در هیچ فیلم و سریالی حضور نداشته. ایشون مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خودش را در رشته تئاتر از دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی آمریکا دریافت کرده و بعد از بازگشت به ایران به استخدام دانشگاه فارابی در اومد. فریماه فرجامی.
فریماه فرجامی دانش‌آموخته دانشکده هنرهای دراماتیکه. در سال 1356 از این دانشگاه لیسانس کارشناسی دراماتیک دریافت کرد و در همون سال در مرکز مطالعات هماهنگی فرهنگی شورای عالی فرهنگ و هنر و فصلنامه فرهنگ و زندگی به عنوان ویراستار، محقق و پژوهشگر مشغول به کار شد. از سال 1355 با گویندگی نمایش‌های رادیویی و بازی در نمایش تلویزیونی آدمک مومی فعالیت هنری خودش را شروع کرد و در سال 1359 با فیلم گفت هر سه نفرشون به کارگردانی غلامعلی عرفان وارد عرصه سینما شد. محمود بصیری. محمود بصیری بازیگر کمدی سینما و تلویزیونه. نخستین کار ایشون در تئاتر بازی در نمایش ترن شیکاگو در سال 1343 در شهر تبریز بود. ایشون فعالیت در سینما را از سال 1342 با نقش کوتاهی از فیلم زنها فرشتن به کارگردانی اسماعیل پورسعید آغاز کرد و سپس فعالیت هنریش به عنوان بدلکار در برخی فیلم‌های دیگر ادامه داشت. علی قربانزاده. علی قربانزاده دارای مدرک تحصیلی دیپلم در رشته ریاضی و فیزیکه. با گذروندن دوره تجربی ساختن فیلم‌های انیمیشن در شرکت کلک خیال در سال 1373 و شروع فعالیت سینمایی با فیلم سیاوش به کارگردانی سامان مقدم به عنوان بازیگر در سال 1377 کار خودش را آغاز کرد. شانس او حضور در فیلم سیاوش در کنار هدیه تهرانی بود که اونو یه شبه به شدت مطرح کرد. بلافاصله بعد از این فیلم در سری اول مجموعه داستان یک شهر ظاهر شد و بر محبوبیت خود افزود. جهانبخش سلطانی. جهانبخش سلطانی هنرپیشه ایرانیه که بازی در تئاتر را از سال 1345 شروع کرد و بازی در سینما را در سال 1367 با فیلم افق شروع نمود. او به خاطر بازی در فیلم شرم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد جشنواره فیلم فجر در سال 1371 شد. رامین پرچمی. رامین پرچمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی و بازیگری تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامیه. علاوه بر بازیگری کارگردان فیلم کوتاهی با عنوان راه حل نیز بوده. پرچمی فعالیت خودش رو با بازی در سریال در پناه تو و فیلم سینمایی ضیافت آغاز کرد. شهرت او به خاطر بازی در مجموعه های تلویزیونی چون در پناه تو، پس از باران، همسایه ها و غیره است. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.